دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که هر کجای این دنیا که هستید خوب و خوش باشید. به برنامه خودتون آشپزخانه فریبا خیلی خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک سوپ خوشمزه برای پاکسازی و تقویت سیستم ایمنی بدن. فوق‌العاده راحت و آسون آماده میشه، امیدوارم که بپسندید. موادی که نیاز داریم عبارتند از براکلی، عدس قرمز، روغن زیتون، گشنیز تازه، نعنا تازه، پیاز، سیر و ادویه هامون شامل پودر زردچوبه، پودر زیره، پودر زنجبیل، فلفل قرمز و نمک. ابتدا یک لیوان عدس قرمز رو داخل یک کاسه می‌ریزیم. یه مقدار آب سرد به اون اضافه می‌کنیم و برای نیم ساعت اون رو کنار می‌ذاریم تا کاملاً خیس بخوره. داخل یک قابلمه 2-3 قاشق غذاخوری روغن زیتون می‌ریزیم. یه دونه پیاز بزرگ نگینی خورد شده رو داخل قابلمه می‌ریزیم و با حرارت متوسط حدود 2 دقیقه تفت می‌دیم. خب دوستان، پیازها که سبک شدن نوبت سیر می‌رسه. سبب سیر رو خیلی ریز خورد می‌کنیم و اضافه می‌کنیم. حدود 20 ثانیه تفت میدیم تا زمانی که عطر سیر آزاد بشه. عطر سیر که بلند شد، براکلی رو اضافه میکنیم. 3 لیوان براکلی خورد شده رو توی مرحله داخل قابلمه‌مون میریزیم و حدود 3-4 دقیقه براکلی رو هم با حرارت متوسط تفت میدیم. خب چند دقیقه هم براکلی رو تفت دادیم. همونطور که مشخصه پیاز و براکلی سرخ نشده، فقط از حالت خامی در اومده و سبک شده. حالا توی این مرحله ادویه رو اضافه میکنیم. یک قاشق چایخوری زردچوبه، یک قاشق چایخوری پودر زنجبیل، یک قاشق چایخوری پودر زیره و نصف قاشق چایخوری پودر فلفل چیلی. میتونید مقدار فلفل قرمز رو بیشتر بریزید، بستگی به ذائقه خودتون داره. حالا با حرارت ملایم ادویه ها رو حدود 1 دقیقه تفت میدیم. حالا عدسی رو که از قبل خیس کرده بودیم توی مرحله آبش رو دور میریزیم و اون رو به قابلمه‌مون اضافه میکنیم. حدود 1 دقیقه دیگه هم عدس رو تفت میدیم تا از حالت خامی در بیاد. بعد از اون آب رو اضافه میکنیم. حدود 4-5 لیوان آب رو به قابلمه‌مون اضافه میکنیم. به همراه کمی نمک حرارت رو زیاد میکنیم و میذاریم که آب قابلمه به جوش بیاد. وقتی که جوش اومد در قابلمه رو میبندیم و با حرارت متوسط میذاریم حدود 20 دقیقه بپزه. خب دوستان، 20 دقیقه گذشت، حالا نوبت سبزی میرسه. 20 تا دونه برگ نعنا رو ساتوری میکنیم و اضافه میکنیم و همینطور 5-6 قاشق غذاخوری گشنیز تازه ساتوری شده، یه همه کوچولو میزنیم دوباره در قابلمه رو میبندیم و با حرارت متوسط رو به ملایم میذاریم برای حدود 10 دقیقه دیگه سوپمون بپزه. خب دوستان عزیزم، سوپمون آماده است و میتونیم اون رو سرو کنیم. به 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 به، عجب سوپ خوش عطربو و خوشمزه‌ای هستش این سوپ. از همه مهمتر یک سوپ پرخاصیت برای پاکسازی و تقویت سیستم ایمنی بدن. امیدوارم که این سوپ خوشمزه رو آماده کنید و لذتش رو ببرید. این سوپ خوشمزه تقدیم به همه شما دوستان عزیزم. امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید. لطفاً لایک، شیر و سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. روز و روزگار بر همگی خوش. تا یک برنامه دیگه و یک غذای دیگه، خدا نگهدار.